بچه اومدیم یه ویدیو واسه تون آوردیم که در فردای آزادی مدارس که با هم دیگه قاطی میشه هیچ اتفاقات قشنگی در مدارس قرار رخ بده. وای بریم و برگردیم. درود، من پدرامیتو هستم. من مودیگل هستم و خوش اومدید به کانال پدرامیتو. باید بذار تو پدرامیتو باشه دیگه. با لایک و کامنت و سابسکرایب ما رو بکنید حمایت. مرسی از لطفتون. حالا که اینطور شد بچه ها، این کانالی که میخوام بهتون معرفی کنم آقای حامی وسوق، دلم میخواد که ببینید الان آقای وسوق 165 تا بچه ها سابسکرایب داره. من ازتون خواهش میکنم اگر اندکی منو قبول دارید، اگر اندکی مبارزین راه آزادی براتون مهمن، ایشان در اول صفن، چون ویدیوهایی که درست میکنه همه آگاهی رسانه، ویدیوهای خفنی درست کرده، قفلای ذهنی رو داره باز میکنه، یعنی تمام تمرکزش روی آگاهی رسانی و باز کردن و قفل ذهنه یه سری کسایی که مخشون بسته است. بنابراین 1000 تا سابسکرایب لطفاً همین امشب بزنید تو گوشش، چون توی دیسکریپشن هم گذاشتیم لینک مینکشو، برید دیگه نمالم براتون دیگه. اصلا ویدیوها رو واقعا همه باید ببینن. آره، خیلی اصلا ویدیو مهمه. کانال تلگرام و اینستاگرامش هم پیجش هم گذاشتم، برید حالشو ببرین، یعنی لطفاً 1000 تاییش بکنید توی یوتیوب، لطفاً دارم خواهش میکنم. خب بریم ببینیم مدرسه بعد از ایران آزاد چجوریه بعد از سقوط جمهوری اسلامی. بعد خوش صدا هم هست، خوش ذوق، خوش صدا. مدارس بعد از انقلاب دموکراتیک. آنچه در این ویدیو مشاهده می‌کنید بر اساس سیستم آموزشی روز جهان است که بعد از انقلاب در یک حکومت ملی که سیستم آموزشی به متخصصان واقعی و کارآشنا سپرده شده است، بیشک اجرا خواهد شد. شماره 1، تغییر روز درسی و کتاب‌های آموزشی. درس‌های مثل دینی و قرآن و دروس ایدئولوژی به طور کل حذف می‌شوند و آموزش‌های مثل عربی از دروس اجباری به اختیاری در صف‌های زبان تبدیل می‌شوند. کتاب یه توضیح بدم راجع به دروس دینی. تو هیچ جای دنیا دروس دینی تو مدارس نیست. دین یه جوریه که خود طرف دوستاش میتونه بره کلیسا بره پیش، این نیستش که تو مدرسه یک زنگی رو بهش اختصاص بدن که تو باید حتما دینی شیعه رو یاد بگیری. آقا شاید یارو میخواد آتئیست بشه. ترکیه هست ولی تازگی ها شده. آره تازگی ها شده. آره خب چند ساله شده آمارشو دارم. حالا ما داریم راجع به کشورهای درست حسابی صحبت میکنیم. آره. راجع به آلمان و آمریکا و کشورهایی که پیش رفتن. آره. بنابراین طرف مثلا بهاییه، خب دینی به دردش نمیخوره. طرف مثلا مسیحیه، دینی به دردش نمیخوره. بنابراین کلا دینی رو حذف میکنن. میخوای دین تحصیل کنی برو دنبال دین ها، نه میتونه باشه ولی میتونه اختیاری باشه، چون اینجا هم همینجوری یه سری زنگا هست. آها. که شما اون زنگا رو میتونید انتخاب کنید که چی باشه، مثلا زبان بود، انگلیسی و آلمانی بود، مثلا تو هر کدوم دوست داشتی میتونی انتخاب کنی. آها. یا مثلا دینی میتونی انتخاب کنی، میتونه هنر باشه، موزیک باشه، میتونه اون اختیاریه که چی باشه. یکی ریاضی برمی داشت دوستشون درس مثلا انتخابیش ریاضی باشه، میتونه موزیک باشه. آفرین. خب کتابی چون تاریخ که مملو از دروغ شدن، حقیقت‌های تاریخی رو بدون جانبداری ارائه خواهند کرد تا جامعه نسبت به آنچه به سرزمین ما و در جهان گذشته دید و درک حقیقی پیدا کنه، نه دروغین، تا کارگوشای ما در آینده‌مون باشه. تغییر تصاویر کتاب‌ها به سمت جذب بیشتر محتوا، اصلاح واژگان و نوآوری در زبان فارسی برای ورود به دنیای دیجیتال در عصر حاضر و مواردی از این دست که باعث نشر کتاب‌های ارزشمند برای ایجاد یک ایران نوین و توسعه یافته میشه. شماره 2، تغییر. خب راجبه کتابایی که قراره ادیت بشه، خب یه سری دروغا توی کتابای تاریخ نوشته شده، مثلا راجبه پهلوی خیلی دروغ بوده، تمام اینا درست میشه و بچه ها اصلا قاطی میشه با هم دیگه، خیلی باحال میشه، خوش میگذره. بچه‌ها ما بدبختی کشیدیم 4 نفری روی یه نیمکت، خیلی اوضاع احوالمون بد بود. ببین مدارس مختلط بشه پدرام، باور کن نصف مشکلای جامعه از بین میره، مشکلات اجتماعی که بین با هم دیگه بزرگ میشن، هم دیگه رو پیدا میکنن.
به 100% سیستم پرورشی است، مدلی که نه اینکه آینده‌ای برای دانش آموزانمون نمی‌سازه، که مخرب این آینده هم هست. در حال حاضر بیش از 25,000 ملا به صورت استخدامی، بیش از 440,000 ملا در قالب همکاری با مدارس و بیش از 110,000 نیروی تربیت اسلامی حکومتی در آموزش و پرورش مشغول. تمام آخونده باید دارن یه سر کار دیگه، نمیتونن اینجوری مف بچرخن. چوب به کارن که تنها هدفشون ایجاد شستشوهای ذهنی و جذب نیرو برای حکومته. هزینه که صرف این افراد میشه تا کشور و آیندهی دانش آموزان رو نابود کنه به افراد متخصص در حوزه های پژوهشی هنری، ورزشی، زیست‌محیطی، فرهنگسازی عمومی، بازیابی هویت ملی و قومی و غیره میشه که نتیجهش ایجاد آینده‌ای درخشان اول از همه برای خود دانش آموزان و بعد برای کل کشوره. شماره 3، تغییر مدل فکری سیستم آموزشی از هدف‌سازی به هدف‌یابی. یعنی به جای هدف‌سازی به هدف‌یابی، یعنی که اینجوری نیستش. حالا من برداشتمو بگم، هدف سازی این که نه اینکه بگن که آقا تو باید حتما دکتر بشی برات یه هدفی رو درست بکنه. هدف تو خودت پیدا می‌کنی، موزیسین می‌خوای بشی، دکتر می‌خوای بشی، فضانورد می‌خوای بشی. هویت فکری، علایق و استعدادهای دانش آموزان نادیده گرفته بشه و ترور هویتی برای دانش آموز صورت بگیره که فقط چند رشته خوب و باقی به درد نخور، علایق و استعدادها و اهداف خود دانش آموزان کشف و در راستای ماهیتی خود دانش آموز پرورش و هدایت پیدا کنن. یک دولت یادم اصلا من بچه بودم، بعد انشا بود که در آینده چی کاری میخوای بشی، حد هممون داشتیم. و من رفتم نوشتم نور پرداز و صدا بردار دیسکو و کلاب میخوام. همه پرش ماشین ریختم. حالا از کجا نشد گرفت؟ اون موقع دستگاه ویدیویی بود، ممنوع بود. بعد یه دونه فیلم داداشم اینو بزرگتر بودن دید، بعد دیدی که آدم وقتی بچه هست مثلا 9 سالشه 10 سالشه تحت تاثیر بزرگتر هست بیشتر. بعد تو اون فیلم یه نور پردازه بود، داستان اصلا راجع به یه کلاب و مشروب و بار، راجع به بار بود و کلاب و دیسکو بود. بعد یه پسره بود اونجا کار میکرد، نور پرداز بود، یه دونه میکسر داشت که دکمه میزد چیزه بود، صدا برداری همه چیزی رو دستمون بود. بعد بچه باحال و علمباز کولی هم بود. بعد من با اون همزاد پنداری که بعد داداشم اینا هم گفت آه نور پردازه چقدر باحاله، بعد دیدم نه من میخوام نور پردازه باحاله، من باید نور پردازه کلاب تازه. آره بعد نوشته بودم نور پرداز بشم، برم در این رو نور سبز بیشتر استفاده کنم. یک گز شعری هم نوشته بودم و معلمه هنگ کرده بود چی کاره میخوایی دکتر نمیخوایی بشی، گفتم نه من میخوام نور پرداز دیسکو بشم. اصلا مامانم کسپل بودم. هوشمند و سیستم آموزشی عالم به درستی میدونه جامعه نیاز به متخصصان مشتاق و حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف داره. ما مردم با دولتمون و با فراهم کردن شرایط دستمزدی عادلانه برای تمام شاخه‌ها و آموزش پرورشمون با هدایت درست برای شکوفایی استعدادها این آینده رو برای مردمان سرزمینمون رقم میزنیم. شماره 4، پایان تفکیک جنسیتی که باعث پایان دادن به ایجاد تفاوت و تبعیض در جامعه میشه. همطور آشنایی بیشتر دختران و پسران از افکار جنس مخالف که در ساعات آموزشی میتونه به درستی به دست بیاد. افزایش تجربه اجتماعی و جلوگیری از بروز مشکلات زیاد. این تفکیک جنسیتی واقعا خیلی مسئله مهمیه. ما متوجهش نیستیم و ولی نیست مشکلامون از همین تفکیک جنسیتی. اصلا جنس اول که نباید بگیم جنس مخالف، باید بگیم جنس مکمل. جنس مکملمون رو میشناسیم که آقا مشکلات چجوری با هم دیگه اصلا ارتباط بگیریم، مشکلات رو برطرف کنیم، خیلی خوب میشه. بچه که با هم دیگه بزرگ شیم اصلا اینقدر جدا میکردن، همه میدونن تو ایران وقتی زنگ میخورد مدرسه تعطیل میشه دخترانه پسرونه، مثلا دخترانه میرفتن اونجایی که مثلا مدرسه پسرونه، چهار تا پسرونه شما ما فکر میکردیم ما فقط پیگیره شما این نرمال عادیه. بعد فکرای خبیث و جنسی تو سر اون میدونی اون بچه نیستش که یه چیزی که خب تو طبیعتمون هست. یعنی ما هم خیلی جنسی نبودیم دیستش باید واقعا کنیم. آره تو اون سن خیلی فکر نمی کنم بخواهی که پوچ کنیم فقط ما وای میسون سر کوچه که مثلا همدیگه رو ببینن. همین الانش این هست تو جامعه این داستان.
زیادی برای افراد در جامعه که به دلیل نداشتن آشنایی درست از شخصیت‌های مختلف ایجاد میشه. ایجاد توسعه جنسیتی که در واقع به جای سکوت و یاد دادن راه حل‌های قدیمی و مذهبی که در جامعه امروز دیگه کارآمد نیستن، برخورد علمی و کارشناسانه با مسائل میشه. سیسه یارو خیلی باله. این باله دیگه. اینکه هزینه های کشور و آموزش و پرورش رو هم کم میکنه. به جای دو تا کلاس، دو تا معلم، دو تا ساختمون و همه چی دو تا حرفه‌ای تر اما یکی. شماره 5، تمرکز. راست میگه دیگه. بعد دو تا مدرسه باشه، یکی برای پسرونه وقت میتونن دو تاشو با هم دیگه یکی کنن، یه دونه خفن باشه. به جای اینکه آفرین. خیلی خوب میشه اصلا، خیلی وضعیت بهتر میشه. تخصصی. ما وارد دنیای جدیدی داریم میشیم. سیستم آموزش و پرورش فعلی ایران برای پوفیوزا اصلا قیافه ها رو نگاه کن. پرورش فعلی ایران برای قرن گذشته است و هیچ کارآمدی در دنیای امروز دیگه نداره. به نوعی در برابر اون فقط میشه گفت یک جور مکتب خونه است. تخصص‌های امروز در سنین پایین صورت می‌گیره. برای ساختن ورزشکاران حرفه‌ای، هنرمندان حرفه‌ای، شیمیدانان حرفه‌ای، متخصصان آی‌تی و هوش مصنوعی حرفه‌ای و غیره، این سرمایه‌گذاری بر روی انسان‌ها باید از مقاطع ابتدایی مدرسه صورت بگیره. خوشبختانه ما هم نیروی کافی اصلا من خودم هم نوکرتون هستم. میام تو فرنگسرا مرچنی بهتون ساز و موزیک و بلا گپ می‌زنیم، حال می‌کنیم، یه چیزی هم آخرش می‌زنیم می‌ریم با هم. دیگه حالا حالشه. برای این آموزش ها هم سرمایه لازم و هم افرادی که بتونن در مدت کمتر از یک سال این سیستم رو به شکل کلان در آموزش و پرورش ایجاد کنن داریم. شما ولی واقعا از بچگی واقعا مخمون به فنا میره. یعنی مثلا فکر کنم من خودم، باز شما پسر رو راحت ترین پدرو مثلا چی از پیش دبستانی دیگه. آره پیش تابستانی بچه 6 ساله مقنعه سرمون میکردم. آره. من تو شلوار اصلا حال آدم به هم میخورد به خود. بعد خب میدونیم بچه نمیفهمه که چرا من باید خودم بپوشونم اینقدر. یه بچه 6 ساله چرا باید خودشو بپوشونه آخر؟ شماره 6، با توجه به علم روز آموزش میشه به راحتی پیشبینی رو کرد که متخصصان کلان ما در آموزش و پرورش به یک آموزش سه‌بعدی زبان برسن. بعد اول آموزش زبان مادری شامل فارسی، ترکی، کردی، عربی و هر زبان دیگری. بعد دوم آموزش حرفه‌ای زبان انگلیسی از پایه اول و پیش دبستانی به انتخاب ببینید من چقدر رو زبان انگلیسی پافشاری میکنم. مهمه چون تمام زبان این بیساب کامپیوتر انگلیسیه دیگه، بقیهشو برو تا ته. زبانهای دیگر به صورت اختیاری در مقاطع میانی. و بعد سوم آموزش زبان و فرهنگ سایر اقوام ایران، به طور مثال آموزش زبان و فرهنگ کردی در مدرسه‌ای در گیلان و برعکس. شماره 7، یعنی همه هم همدیگر رو بشناسیم. یعنی اونی که تو گیلان هست نه اینکه حالا بره کردی و مثل کردا یاد بگیره، ولی بدون فرهنگ کرد چیه، فرهنگ عرب چیه، فرهنگ بلوچ چیه، فرهنگ آذری ها چیه، همه فرهنگا رو بشناسه که کم کم با هم دیگه رابطه صمیمی‌تری هم داشته باشیم. بعد به نظرم باید به هم دیگه خیلی دختر پسر بدیم. این قوم ها با هم دیگه ازدواج کنن، ایران منسجم‌تر میشه. مثلا گیلکه با کرد وصلت کنه، کرده با بلوچ وصلت کنه، بلوچ بیاد با عرب، نمیدونم آذری، تقریبا همجوری هست. خود بیشتر بشه که ایران. من خودم الان میکسم، تو خودت خودم میکسم دیگه. من ببین مامانم کرد بود، بابای مامانم رامسری، بابای بابام مشهدی بود، سمت مشهد بود، مامان بابام مال الان دهاتای تهران مهران اینجا، یعنی یه چیز میکس شلم شولبایی شدم من. ولی خب همینجوری آها، یکی از دلایلی که من فکر می‌کنم خیلی ایران دوستم به خاطر اینکه همینجوری شلم شولبام. آره خیلی هم خوبه آقا، خیلی خوبه. تکالیف خانه. در دنیای آموزش امروز بردن کار مدرسه در خانه دیگه به تاریخ پیوسته. هر آنچه قرار است دانش آموز بیاموزد در مدرسه رخ میدهد و پس از ساعت مدرسه دانش آموز بایستی به زندگی با خانواده، تفریحات شخصی و گروهی و غیره بپردازه. اصلا مصیبت بود این مشقه. یعنی تو مدرسه 5 ساعت که تو مدرسه بودیم میومدیم خونم باید 5 ساعت مینوشتیم. تو عید بابا عید رو دیگه بذار حالمون رو کنیم دیگه. اون چیز عید پیک شادی، پیک عذاب بود.
چه شادی آخه دهنمون رو سرویس میشه مثلا دیگه آخرای عید هم میشه مثلا روز دوازدهم سیزده از دماغ آدم در میاد سیزده به در دیگه قلبم میزنیم واو ننوشتیم دهنمون سرویس بچه نمینوشی چقدر هم تخریبت میکردن تو مدرسه خاک برای تو نمیدن فلان این مشقت من نمیشتی درست میشه نه اینکه باز با تکالیف مدرسه بخواد مشغول بشه اینها تنها بخشی از تغییرات عمده‌ای بود که سیستم مدارس قراره با خودش ببینه سیستمی که تغییرات دیگه غذای رایگان میدن مثل زمان شاه غذای رایگان میدن توی مدارس هر کسی باز خودش یه کمد داره که لازم نیست یه کتابا رو با خودش ببره بیاره خیلی چیزا رو میتونه تو اون کمدا بذاره یک سال درس خوندن توش بار علمی و تربیتی و فرهنگی 10 برابر بیشتر از 10 سال درس خوندن در مدارس ملاها میتونه داشته باشه راستی اینا رو قراره کی بیاد انجام بده خود ما مردم و متخصصان واقعی و دلسوز ما که در سر جای اصلی خودشون قرارشون میدیم آفرین چقدر قشنگ بچه ها آقای حامی وسوق رو حسابی دریابید خیلی قشنگ بود اصلا به نظر ما این همه طلاق داریم فکر میکنم رتبای بالایی هستیم تو طلاق تو کل دنیا یکیش به خاطر اینکه آقا ما اون جنس به قول تو مکملمون رو اصلا نمیشناسیم انقدر بچگی سعی کردن ما رو اصلا دور نگه دارن بعد یهو میکننمون تو ازدواج آره یهو قبلش نباید رابطه جنسی داشته باشی نباید اصلا دست بزنی بشناسی هیچی میری ازدواج میکنی میبینی آقا تازه به مشکل میخوری سخته واسه اصلا تو هیچ شناختی نداری و منجر به طلاق میشه اصلا یکی از دلایلی که الان رابطه من و سوگل خوبه به خاطر اینکه من خودم شخصا شناختم از دخترها زیاد بوده سوگلم شناختش از پسر مثلا سوگل اینجا همش با پسر رو بالا پایین میکرد منم با دختر رو بالا پایین میکردیم شناختیم بعد من رفتم در خودم کندوکاف کردم که آقا من از دختر چی میخوام سوگلم رفت با خودش کندوکاف کرد همه نوع پسری دید که آقا من پسر چی میخوام چه جور پسری منو اقناع میکنه منو سرشار از حس عشق و دوست داشتن و زندگی میکنه واسه همینه باید شناخت باشه که رابطه اوکی باشه وقتی که با هیچ دختری در رابطه نیستی اولین دختری که میبینی تو بعد که این اون میشه میخوابه بعد میبینی تو اصلا از مثلا از دختری که مثلا پوستش سفید باشه خوشت نمیاد یا مثلا چه میدونم از دختری که مثلا شیطون باشه خوشت نمیاد دوست داری یه دختر آروم باشه یا دختری که آروم باشه رو دوست داری شیطون باشه واسه دخترام همینطوره فقط فکر نکن مسئله جنسی یه سری کمبودای احساسی هم هستش که دختر به خاطر اون وارد رابطه میشن وارد ازدواج میشن که اصلا از دست پدر مادرشون راحتشن یک اینجوری داستان خیلی ویدیو خوبی بود آره بچه‌ها دلم الان ببین 165 تا سابسکرایب داره دوست دارم فردا 1000 تا بشه من زنگ میزنم با آقای وسوق بگم ببین قدرت همیارا رو نشون بدید برید 1000 تاشو پر کنید که مانیتایزش باز بشه مرسی ازتون مرسی از همه حمایتاتون سابسکرایب دوستتون داریم پیش به سوی آزادی